وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت فرمودند که بعد از نزدیک شدن آدم علیه السلام به شجره ممنوعه، شیطان توانست راه ورود خودش رو صاف کنه. یعنی شیطان عملا با نظر انداختن یا نظر آدم رو انداختن به نهی خدا و غافل کردنش از اون نهی، زمینه سیر خودش رو در جان انسان هموار میکنه. بعد که هموار کرد، این مسائل که بحث شد پیش میاد. یکی فرمودن که فبا الیقین به شک، مقام یقین که غذای جان انسان است و انسان فقط با یقین در نشاط است رو به شک تبدیل میکنه. چه بحثی؟ والعظیمت به وهمه، اون اراده مندی رو به سستی اراده تبدیل میکنه. از کرانه های بلند امید انسان رو میگیره. یکی از چیزهایی که خیلی برای انسان مفید است، امیدواری است. امیدواری دروغی، خب دروغی دیگه. امیدواری حقیقی یعنی انسان بتونه به کرانه های بلند انسانی دست پیدا کنه. شرطش داشتن همت بلند است. شیطان همینه میگیره. آرزوی نزدیک شدن به کرانه های بلند انسانیت را نمیتونه بکشه، امید رسیدن را میکشه. با چی؟ فبا العظیمت به وهنهی، میفروشد عظیمت را به سستی خودش. و استبدل بالجزل وجلا، و اون نشاط رو، نشاط وصل به حق رو تبدیل میکنه به ترس و افسردگی دوری از حق. این چند تا، این سه تا که بحث شد. و بل اقترار ندما، که آخرین نه این بحث است در اینجا، یعنی چهارمین کاری که شیطان از طریق ورود خودش در جان ما می نشاند و ایجاد می کنه، اینه که با اون فریبی که شروع کرد پشیمانی را میاره. استبدل را عطفش کنی، یعنی حالا ما روبرو میشیم با یه پشیمانی. خیلی دقت کنید، یعنی حالا نه دیگه یقین داریم، روح یقین، اطمینان، آرامش رفته است، نه همت بلند داریم که حالا لاقل با این همت بلند یه کاری برای خودمون بکنیم، اینم میکشیم، نه اون نشاط رو داریم، اونم میکشه. خب حالا چی میاره؟ خب حالا پشیمانی میاره. یعنی انسان با یک خود پشیمان روبرو میشه.
من همینجا عرض کنم گاهی عزیزان اصلا تحلیل صحیحی از حالات خودشون ندارن آ میخوان درمانم بکنن، این که اصلا نمیشه که. انسان اول باید یه تحلیلی داشته باشه که بابا این پدیده روحی ریشش کجاست. عرفای بزرگ این که میگن اول عرفان نظری بعد عرفان عملی، عرفان نظری کاری ازش نمیاد، چون 30 سال دیگه هم اینا رو بخونی اینا کاری ازش نمیاد، ولی اینا مقدمه ای میشه که اگه بخوایم کاری برای خودمون بکنیم بتونیم. بارها به خود بنده رجوع میشه که آقا یه غمی گرفته سم، پشیمانی بلم نمی کنه، ولی وقتی بهش میگم مثلا برو فلان کتاب رو بخون، میگه نه یه کاری کنیم، این یه کاری کنیم، من یه کاری بکنم که این بره. خب چی بره؟ تو نمیدونی از این چی هست که بره. همه اخیرا فرمود که آقا بله خیلی مشکل. گفتم که یه بحثی کردیم در شهرزا به نام نفس و پراکندگی آن، اونجا همه تلاشمون این بود که روشن کنیم بابا این ریشه این آشفتگی کجاست. تو درست اول ببین، حالا ندیده میخواد رفعش کنه که نمیشه. بعدم میگن آقا مثلا چرا نتیجه نمیده؟ آقا شما چی را میخواستی بیرون کنی؟ اصلا با چی میخواستی به جنگی؟ شما حساب کنید یه صدایی فقط میان آهی ما میخوان یه شمشیر برداریم این صدا را بکش، یه صدایی مثلا وحشتناک نصف شب میان، صدا را که نمیشه کش، باید این صدا چیه؟ از کجا میان؟ منشأش کجاست؟ تحلیلش کنیم. اون وقت وقتی تحلیلش کردیم راحت میتونیم باش مقابله کنیم. که از خودتون میپرسیم چرا امام الموحدین که امام هدایت هست، امام فلسفه که نیست، که امام روانکاوی هم نیست، امام هدایت هست. اما هدایت شرطش اینست که موضوع گم نشه. این یه مسئله خیلی عالیه که آقا این ندم، این پشیمانی ریشش کجاست؟ اولا این پشیمانی چه ظهوراتی داره؟ غم، نفس غم، مگه پشیمانی نیست؟ غم از کجا میام؟ آقا قصمس، قصمس یعنی چه؟ یعنی یه چیز را میطلبیدم نیافتم. هر قصه ای مکانیسمش اینه، هر غمی ریشه در یک نیافتن مطلوب داره. حالا یه وقت مطلوب مجازیست، غم مجازیست، یه وقت مطلوب وهمیست، غم وهمیست. ما کار نداریم این غم چه نوع غمیست، ما میگویم غم به ازای نیافتن مطلوب است. درمانشم دو جوری سی وقت است باید اونها اصلا مطلوبت بی خوده. دیدین گاهی خیلی موثره، ما اصلا این که تو میخوای گیر بیاری خوبه که گیر نیوردی، الحمدلله براش روشن میکنی، در گیر نیوردنش بیشتر نتیجه میگیری. خوبه گاهی نه، باید کمکش کنی گیر بیاره. بحث ما اینه که خیلی حضرت میفرماید آقا این شیطانه لعنت شده یه مرتبه آدمو با یه پشیمانی روبرو میکنه. ساده از این نگذری، یعنی ببینین اوورد آدم همه چیز آدمو گرفت، بعد آدم فقط یه پشیمانی داره، شروع میکنه دریقا. آخ این کار نشد، این کار نشد. و بخ حالا چی میشه؟ پشیمانی میشه زندگیش، مثل اینه که خاکستر بشه سرمایه ی حیات. خاکستر که عین بی سرمایگیست، یعنی اگر زندگی شما خاکستر شد میتونید به خاکستر شدن زندگیتون خودتون رو قانع کنید؟ مثلا نمیشه.
میگیم هم چرا نمیشه، خیلی بحث داره. عمده اینه که شما پشیمانی را بشناسین تا انشاءالله درمانش را خدا داده است. خیلی هم خوب است این بحثایی که تو نهجور برام هست. میفرماد که خب پس حالا تو شدی یا پشیمانی، و ببینین و بل اقترار چند ساعت قبل نگاه کنید، فقتر رهو عدوهو فرمود که دشمنش فریبش داد، فریبش داد داد اومد. بعد میفرماد چرا فریبش داد؟ بعد که فریبش داد چه چیزایی ازش داد، حالا یه چیزی جاش اومد. چی رفت؟ یقین رفت. دیگه چی رفت؟ همت رفت. دیگه چی رفت؟ نشاط رفت. حالا چی اومد؟ پشیمانی. پشیمانی شد قضای جان ای آدم. حالا نرین تو این قسمته که آیا کسی شده زیر این آسمان که از این پشیمانی رهایی پیدا کنه، یا بسیاری به جای این که از پشیمانی رهایی پیدا کنند پشیمانی را قایم می کنند، وقت دو تا پشیمانی نصیبشون میشه، هم پشیمانن از این که پشیمانن، هم از این که پشیمانی ها قایم کردن. ولی هست، شما اگر که یه چیزی که میخوای ازش فرار کنی بعد بردت بذاری تو جیبت، خودت آروم نیستی. فقط خوشحالی که من نمیدونم که این تو این تو داری، ولی خودت که میدونی این تو داری. این هیچ وقت نتیجه نمیده که تو از دست خودت راحت بشی، از دست من راحت میشی. خب اول مشکله خودت با خودت روبرو هستی. اینه که خیلی مواظب باشید، خیلی مواظب باشید کلا سرتون نره، که اولا خودتون از دست من راحت کنی، خودتون از دست خودتون راحت نکردی. خیلی برای خودتون هنوز سنگینید، برای اینکه هم از دست خودتون راحت نیستین، هم تازه نگرانید که اگه من بفهمم که از دست خودت راحت نیستی حالا چه کار کنم. برای همین هم میفرمان مقابل این قضیه صدق است. صدق دیگه لاغل آدم اون سنگینی دوم نداره. صدق شروع سیر است. اگه کسی پشیمانی خودش رو از ترس بقیه قایم کرد، هم پشیمان است، هم کذب خودش یه پشیمانی دیگه برش میاره. این حالا بحثش جا خودش خیلی بحث میبره. دوباره به خودتون نگاه کنیم. گاهی متوجه نیستید بقیه دارن پیشنهاد ندیدن پشیمانی را میکنن به شما، نه رفع پشیمانی را، عکسش. ما سخت اعتقاد داریم باید دید، باید خوب دید. اتفاقا اگه میخواین درمان کنید پریشانی و پشیمانی، باید بتونید ببینید. عمده ما نمیتونیم ببینیم. همه اخیراً به عزیزی اتفاقا تمام اصرارم بود که تو تا نبینی این پشیمانی را نمیتونی درمان کنی. خیلی هم مهم مثال. شاید بسیاری بحثایی که ما روش تاکید داریم، به خصوص همین که عرض میکنم نفس و پراکندگی آن، همه اصرارمون است. همینجا هم بحث کردم اتفاقا تو یکی از خطبه ها بود به نام پشیمانی و ندامت اصلا بحث شد، که بعدش نتیجه گرفتیم باید خود باشی و خود بشی، بحث بعدیش بود. حالا اینجا خیلی بهتر حضرت می فرمان. پس دوباره از اول اگه رسیدیم این که آقا ما کلا سر خودمون نمیزنیم، من نمیدونم از این موضوع رد بشم، چون من نظرم از هم نشده اسم چه میخوام بگم یا رد نشم، چون شما میگه خب ما ولش کن بریم بعدی، یعنی نمیخواید ببینید، بریم بعد. من یه مثال بزنم باز بعد
یه ماری، یه مار رفتی مثلا تو اتاقتون، یک مار قشنگ چنبره زده از گوشه اتاقتون نشست. خب یه راه این است که در خونه رو ببندم بیاد برید کوچه. خب ماره هنو تو خونه هست، شما ندیدی. یه راه این است که خب بری ببینیم یه قشنگ گوشه نشست باش. یه راه این است که اون گوشه نشسته است، ولی شما جیغ بزنی بازم اون گوشه نشست. اون که تکون نخور، شما جیغ زدی که چی؟ که گزیده یا یهو میگزده یا نگزده. که یکی این که این فلان فلان شده میخوام منو بگزده، پس بذار بزنمش. خب میزنیش میذاره دنبالت میگزده. اون میخواست بگزدم، دیدین گفتم میخواست بگزدم. تو خودت ماره را به گزیدن خودت کشوندی. خب یه راه هم هست که من متخصصه جلبته اینجا دیگه نیستم که بگم آقا این ماره را چه کار کنیم که برگر برد. یعنی من متخصصش نیستم، حالا که بالاخره این ماره از یه جای اومده است، نه اومده است مأموریت هم نه که شما را بگزه. که اون قضیه جداست که یه وقت نه یه موزی است اومده است به شما حمله میکنه، خب اونم میشه بکشیدش. نگفتن که حتی امام به دخترشون دستور داده بودن که مگس ها رو که تو اتاقه نکش، توری بزه که نیاد. ما جنگ بین خودمون و بقیه را شروع میکنیم بدون اینکه اصلا جبهه جنگ را ببینیم. اکثر جنگ را ما شروع کرده ولی پای دشمن خودمون گذاشته. جنگ های اینجوری بر همین هم میگن جنگ توحیدی را برید بچسبید. آرزو کنید امام زمانتون بیاد تمام وجودتون جنگ زیر بیرق امام زمان بشه، چون اون جنگ حقیقی است. جنگ با زیر بیرق اولیا یه جنگ حقیقی است. جنگای ما اومن جنگ برخیالی صلحشان و برخیالی جنگشان. جمله با شمشیر چوبین جنگشان، جمله در لاینفعی آهنگشا. اینجوری ما که پس بذارید من از این موضوع خارج نشم، با من بیاید بازم نمونه بدن که هنوز پشیمانی ها ما نمیبینیم. آنی پشیمان میشیم به جایی که خب نگاش کنیم. آقا نگاش کن، نگاش کن، نگاش کن، هست این پشیمانی. خب دنبالشو بگی، ریششم پای شیطان وسط هست. شما تا اینجا رو بیا نمیخواد درمانش کنی، فعلا ببینش، باش آشنا بشو، ببین از کجا اومده است. تا بعد که میخوای درمانش کنی بشناسی چی را داری درمان میکنی. گاهی ما زنبوره گزیده استمون پشه را میکشیم، گاهی اصلا نمیدونیم که این پشیمانی ریشش کجاست، اینقدر کلا سر ما رفته است. میبینیم یه چیزی مونست. دیدید مثلا حالا مثال دوستان میزدن، خوب مثالیه که آدم میاد از در برد بیرون، پاش میگیرد به سفته در مثلا محکم میخوره زمین، داداشش میاد میگه که چطور شد، یه مرضه چطور شد، یه خب حالا چدس میزنه تو گوشش چدس، یعنی چی؟ بابا اصلا دعوا عوض شد با صفده در داداشی یا تو گوشی، و مادره میاد میگه چطور شد، میگه این فلان فلان شده، نمیذاره من زندگی کنم. میگه چه کاره دیگه، میگه تو هم دست در گردنی بچه من از خونه رفتم، خداحافظ شما مادر. اصلا نفهمیدیم که بابا پای این پشیمانی کجاست، چی رو تو میخوای درمان کنی. حالا مثلا حالا باید چه کار کنیم، حالا مثلا بین آقا را با مادرش آشتی بدی. موضوع این نبود، اول موضوع این بود که با این سفته در یکم ببریم پایین که آدم پاش بشگیر نکنه. حالا این گم شد موضوع. خب اینجوریه دیگه. حضرت میفرماید آقا اون خیلی عجیبه، اون اقترار حالا نتیجه شد فقط و بل اقتراره، به اون اقترار حالا چی نصیبش شد؟ جای اون اقترار چی گذاشت؟ ندما، با یه پشیمانی رو برو.
پشیمانی با جان انسان هرگز نمیخواند، اما پشیمانی شناسی کمک به درمان است. الان من میخوام بگم اصطلاحا شما اسمش هم زن افسردگی، حالا این هم همش لغت های مبهمه. حالا بفرمان که زیر این آسمان کدوم از این آکادمی ها، کلینیک ها اصلا میشناسن که این پشیمانی چیه که بخوان درمان کنن؟ دستگاه امروز دستگاه نهج البلاغه که نیست که، الا به ندرت بعضی دوستان الحمدلله یکی از این متخصصین خیلی سطح بالا حالا اومده از میگه آقا من متوجه شدم تمام این تخصص و کشورهای خارج اینا همش علکه، من همون نوار پشیمانی رو بهشون دادم. از مشهد دیدیم تلفن میزنه که آقا من در مشهد دارم گوش میدم، اینقدر حس میکنم کار ازش میاد که تلفن زدم اینجا از شما تشکر کنم، طاقت نداشتم بیام اصفهان تشکر کنم. گفتم من تشکر نکنین، امیرالمومنین است که باید نوکریشه بکنه، خیلی هم باید نوکریشه. امروز تقریبا مردم نمیشناسن پشیمانی رو، نمیتونن درمان کنن. برعکس من نظرم است 90% درمان پریشانی و پشیمانی و افسردگی دیدن درسته اینه. ما اصلا نمیشناسیم که باش بجنگیم. عرض کردم ما تو سر خودمون میزنیم. یکی اومده از پی هومون میکنه، اون داره هومون میکنه، ما تو سر خودمون میزنیم. اون بیشتر هو، حالا دیگه هو کردنش منطقی هم شد، از وقت داره الکی ما رو هم میکن، ما تو سر خودمون زمگه بفرمان دیدین میشه هوش کرد، اینجور شده سیم. خب پس تا اینجا روشن شد که این پریشانی و پشیمانی ریشش فریب شیطان بود. فریب شیطان هم ریشش چی بود؟ نمیتونست تحمل کند ما با ابرار و دارالمقام باشیم. همه یه بحثا باید دنبال من اومده باشی. شیطان نمیتونه بفهمه، بتونه تحمل نمیکنه ما با اولیای خدا به سر ببریم و نمیتونه بپذیره ما در یک محیط آرامی باشیم که خود باشیم و پروردگارم. چون اینا نمیتونه پس فریبش شروع میکنه. فریبش شروع میکنه ما با چی رو بروشی؟ با پشیمانی. با پشیمانی شروع رو بروشی. پس ریشه انگیزه شیطان اینه که این دوتا رو از ما بگیرد. شرایط خلوت و آرامش را بفرمان. الان کدوم جامعه است که اصلا خلوت رو میشناسه؟ بحثش چون خیلی مفصل شد بحث نمی کنم. عجیبه مردم تو خونه هاشون هم تو تنهایشون هم تنها دیگه نیستن، درست برعکس اولیا. من در شهر حال عزیزمون حضرت آیت الله بهجت حفظ الله تعالی نگاه میکردم، خیلی برای خودم ارزش من کشو تقریبا دیگه خلوت و جلوت ندارن، یعنی در خلوت راحت میتونن ذکر بگن، در جلوت هم راحت میتونن، یعنی وقتی هم که با شما دارن حرف میزنن یه کلمه با شما حرف میزنن، بعدش که با شما حرف نمیزنن واقعا با شما حرف نمیزنن، دارن ذکر میگن. خیلی کار عجیب و ارزشمندیه. ممکنه من گاهی با شما حرف نزنم اما دارم آماده میشم که با شما حرف بزنم، و یا دارم که یه کاری میکنم که شما فکر نکنی که من حالا با شما قهرم و خلاصه شما رو دارم میپام. خب اینا همش مصیبته. نه، پس میبینیم که شیطان اینا میخواد، این قرار رو مقام رو میخواد، ارتباط با ابرار رو میخواد، میخواد ما نداشته باشیم. دوتا چیز از ما میخواد بکشه. این دوتا رو که انگیزه گمراهیش این دوتاست، حالا که شروع کرد به فریب، فریبش که شروع شد، یعنی اگه این دوتا رو گرفت این چهار تا چیز میاد،
دوباره دقت کنید، دو تا چیز از ما میگیره به نام مقام، آرامش و مراوده با ابرار، اولیا مؤمنین، اولیاء حق، روحانیون جلیل القدر. این دو تا رو میگیره. این دو تا رو که گرفت چی شروع شد؟ جاده تحرکش صاف شد. حالا چهار تا چیز میاره وسط. یک، شک. دو، وحن در همت. سه، ترس و اضطراب. چهار، پریشانی و پشیمانی. تموم شد. یعنی آخرین، پایدارترین، بدترین، کشنده ترین ضربه‌ای که می‌زنه ما را با خود پشیمانمون روبرو می‌کنه. خیلی آقا چیز عجیبیه. چون اگه بدونین چه بلایی سر آدم میاد، کمک به خودتون. با خود پشیمان، با خود سست اراده. من اون ستاره بگم دوباره ببینین. شما حالا مثلا شک کدوم بمونه، حالا یقین نباشه، حالا یخده میشه تحمل شک. حالا آقا ما شک داریم، نمیدم سخت نیست، خیلی سخته. حالا سوس اراده اید باشه، بازم حالا مثلا در ترسی، در بینشاتی هستی، اینا باز میشه. حالا میگه چی؟ نه، بعد و بل اقترار ندما، حالا به پشیمانی میکشن آدم ها. یعنی خودش رو آدم به کل نپذیرن، در شک، در سستی اراده، در ترس. آدم مطلقا با خودش قهر نمی کنه، به خودش پشت مطلق نمی کنه. اما وقتی این آدم اومد دیگه خودش رو نمیخواد، مطلقا نمیخواد. این که شما میبینید مطمئن باشید، از یقینیاتتون باشید که شیطان هر کس را اگر عنانش را دست گرفت تا خودکشی میکشونه دش. ریشش همین جاست. یکی از این بچه ها بنده خدا و که اومده بود روزای آخر که دیگه پدرش شیطان در آورده بود، میگو مثلا دیگه اون دیگه خیلی وضعش بد شده بود، باش حرفم میزدن، صوت میدادن بهش، میشنو. میگو مثلا بهم میگن هیچی نخور و واقعا فشار بهم میارن. یعنی اینقدر میدان داده بود بیان به این، هیچ مثلا هیچ نخوام. مثلا گفت مثلا میرفتم سر سرویس غذا میگرفتم، یه قاشق میخوردم گفتم ندی که بس نیست، یه قاشق. مثلا روز که من دیدمش که دیگه خیلی هم وضعش خوب شده، میگفت والا خیلی خوب شدم، اومده بود مثل این آدمایی که جهنم اومدن، سیاه سوخته افسرده تمام این صورتش پر از این سوزه ها، یه چیز بیخود. من میدمش ازش میترسیدم، تازه گفت خیلی خوب شدم، حالا گذاشتم دیگه زورشون بهم نمیرسه، میتونم بیام. نمیذاشتم، گفتم اراده میکردم برم با فلانی حرف بزنم، گفتن نمیشه. واقعا تصرف میکردن. تو عرضم اینجاست که اگه این قشنگ معلوم بود، این اول به دیوونگی اصلا بفرماشه عزیزان، خانم از نهج البلاغه میگم، اول بی آبرویی، بعد وبیب، وبا، وبا شدن دیگه. وبا آدم رو چه کار میکنه؟ آدم اول بی آبرو میکنه، چون اسهال بدی میگیره به حالتی که نمیتونه بره دستشویی، یعنی باید خودش خراب کنه. امام علی این چرا قشنگ میگه، فرمان مثل علف وبا زده شما را میکنه. یعنی هم اول آبرو دا میبره، بعد خشکت میکنه، از بینت میبره. یعنی اصلا جنس شیطانی نیست دیگه، با اینجا میرسه. من میخوام بگم این پشیمانی ها رو اگه درمان نکنید، نشناسید و بعد درمان نکنید، خیلی با مادم بد برخورد میکنه، به یه جای بدی میرسه. این تا اینجا. بعد حضرت میفرماد خب خدا که ما را به دست شیطان نسپرد. اینجاش خیلی عالیست. حالا که فهمیدیم تقریبا پشیمانی که شیطان نصیبمون میکنه به چه مقوله ایست، بعد میگه خیلی خوب خدایت باشه، خدا گفت که این دشمنه نیست، ولی
خب این دشمنم بالاخره اومد به میدون، باشه، بالاخره هم تحرک کرد، باشه، بالاخره ما رو به پشیمانی کشید، باشه. راهی برای گرفتن شما از چنگال شیطان خدا گذاشت، که خیلی دلم میخواد این تیکه رو بتونم درست بگم. حالا میریم جلو ببینیم چی شد. حضرت فرمودن ثم، شما این ثمه دومه، ثمه اول پیدا کنید. ثم اسکن سبحانه آدم دارن ارقد فیها عیشته. ثم میفرماید حضرت اول اینا گذاشتش در بهش، حالا که شیطان به این روزش انداخت، ثمه دوم، ثم بسط الله سبحانه له فی توبته المرد الى جنته فاحبته الى دار البلیه. اینجا شروع شد. حالا خدا برای این آدم که پشیمانی رو دید، هیچ کس هم پشیمانی رو نمیخواد، اینو بدونین، یعنی پشیمانی چیزی است که با جان آدم نمیخونه، برای همین هیچ کس نمیخواد. شما مثلا دستتون بشکنید، چندشید، بعد از یه مدتی میتونید بخواید، حالا بی دست زندگی میکنید، یعنی میپذیرید، میشه پذیرفت، اما محال است کسی بتونه نخود خودش رو بپذیره. این که میگن آتش جهنم خیلی وحشتناک است، چون آتش جهنم که بدنه نمیسوزونه، به فرمایش امام روح رو میسوزونه، تو را میخواد نخود کنید. برای همین هم میگن آتش جهنم از سنخ همین پشیمانی است، ندامت هست. میفرماد که نفس لوامه یکی از نمونه های چیه؟ ظهورات جهنم است. نفس لوامه یعنی نفس سرزنش کننده، یعنی پشیمانی، یه همچه حالتی است دیگه. خب حالا داشته باشید که هیچ کس پشیمانی نمیخواد. خب حالا میگه نگران نباش آقا جان، نگران نباش. ثم بسط الله، خدا وسعت داد، باز کرد، گستران خداوند سبحان لهو فی توبتهی، در توبه اون سفره را گشاده کرد، گستران برای اون در توبتش، یعنی الان بخوام درست معنی کنم، وسعتی ایجاد کرد خداوند، گشایشی ایجاد کرد. در چی؟ در توبه. برای کی؟ برای اینکه گول خورد. خب حالا از اینجا به بعد، پس ما جنسمون گول خوردن است، بحث آقا، ما جنسمون شکمون به یقینمون به شک تبدیل شدن است. هیچ کدوم که اینجا نشستن این نیست که از این چنگال در رفته باشید، اصلا از این فکر نکنید. آدم یعنی اینا، آدم یعنی کسی که این مصیبت ها سرش آمده است. به همین جهت شما رو زمینید. حالا میرس حضرت میفرمان اصلا رو زمین اومدن شما ریشش اینه. حالا بریم جلو، من حالا بحث نمی کنم توبه یعنی چه، فقط میرم جلو تا یخته ببینیم چی میگه. میفرماد که خب آقا گسترش داد پروردگار به این آدم، گشایشی برای این آدمی که گرفتار پشیمانی شد فراهم کرد با توبه. حالا توبه چیست؟ بریم جلو. و لقاه و کلمت رحمته، و این آدم ملاقات کرد، برخورد کرد با کلمه رحمت پروردگار، که همون چی باشه؟ فتلقا آدم من ربهی کلمات فتا و علی، یعنی همون توبه کلمه پروردگار است، کلمه رحمت. حالا بازم بریم جلو، بعد خدا فرمود که پس آدم نگران نباش، به بنبست نرسیدی. کی توبه میکشه آدم و شیطان؟ دوتا کار میکنه، عرض کردم اون جلسه، اول آدم را به بنبست میرسونه، بعد میگه ازش محال است در این دومیه که کشنده است. خدا میفرماد نه، و وعده المرد الى جنته، و وعده داد به آدم که بر میگردی به بهشت، به بهشت بر میگردی.
حالا این جنتهی را اگه بزنید به به بهشت خدا درسته، اگر هم بزنید به بهشت آدم بازم درسته، به بهشت خودت عزیزم برمیگردی. خیلی قشنگه. دومیش نکته داره، اولیش عمومیه. خب حالا خدا میخواد که انسان را چه کار کنه؟ به میهمانی نجات از پشیمانی دعوت کنه. فأحبته الى دار البلیه، حبوتش داد، حبوت یعنی آوردش در دنیا که دار بلیه است دیگه، دار مهنت است. من باقیش را نمیخوام بخونم. خیلی دلم میخواد که شما این تیکه را سیاقش دستتون بیاد، من مفرداتش را بعد بحث کنم. به من بگون ببینم، خدا میفرماد، خوب به این مثال من دقیقا، خدا میفرماد آقا ما این آدم را میخوام از این پشیمانی نجات بدیم، رحمت میکنی بهش، بنابراین سفره توبه پهن میکنیم تا بتونه به بهش برگردد، او وقت میفرستمش زمین. از این شما چی میفهمید؟ پس زمین محل توبه است. یعنی چی؟ خب از دوباره یخته التفات هم، یعنی شما تا زمینی نشید و در زمین ثابت نکنید افق جهانتون خداست، دروغ میگوید که توبه کردید. باز دوباره دقت کن، این مثال خیلی ساده میزنم، حق مطلب ضایع میشه، اما یواش یواش بعد دوباره برمیگردیم به مطلب. شما اونزا اینایی که چاقو میکشیدن مثلا لختیه یه محل بودن، اینا رو میدن دیگه فایده نداره، اینا میرن زندان، میگن چشم، دوباره میان همون کار رو میکنن، امنیت محل رو میگیرن. مثلا زندانش طرف میره، مثلا میگفت یار رو چاقو زده بود، مثلا 6 ماه 1 سال زندان میره، بعد قاضی میگفت 3 سال تبعید به نائین. مثلا نائین عروض، حالا نائین خودش دیگه جا بهشتیه، چاقو کرده حالا ببرن نائین ناراحت نمیشن. نائین خب محرومیت میدادن به بعضی شهرها، مثلا حالا محرومی هم نبود، بالاخره این تو شهر خودش نبود. این 3 ساله که بعد میفرستیدش نائین، بعد به رئیس کلانتری میگفتن زیر نظرش بگیر، ببین این حال و هواش هنو حال و هوای چاقو کشیه یا نه واقعا سرش به سامون میخواد، یا میخواد برگرده تو خونش زندگی کنه. اگه بر میخواد بگرده تو خونش زندگی کنه، زودتر تقاضای براش بکن، یا نه اگه نمیخواد بعد 3 سال دوباره 3 سال دیگه بهش میدادن، یا مثلا 3 سال میدادن 3 سال هم تعلیقی بهش میدادن. یعنی چی؟ یعنی میخواییم ببینیم این حال و هواش در نائین هم همون حال و هوای چاقو کشیه در اصفهانه، یا در نائین که اومده است دیگه به شجره ممنوعه چاقو کشی از طریق تحریک شیطان دل نمیبنده. این تو بهش که بود، شیطان اومد بهش گفت آقا این شجره شجره خلده، حالا حواسش پرت شد، یادش رفت شیطان دشمنش است. خوب به این جمله هم دقت کنید، یادش بود نباید از این درخت بخوره، ولی یادش رفت که شیطان دشمنشه، آقا خورد. حالا اومده توی دنیا باید ثابت کنه، باید ثابت کنه توبه را بهش دادن که بکنه، توبه کردن میدان میخواد. پس کل زندگی زمینی شرایط تحقق توبه است. بعدم میخوام روی خیلی بحث بکنم. خب به من بگو ببینم، کسی که اصلا نفهمد زندگی زمینی یعنی چه، این اصلا چطوری میتونه از زندگی زمینی استفاده کنه؟ خب اصلا اولین بحث ما شروع شد که حیات زمین یعنی کل این زندگی زمین، نون خوردن و آب خوردن و پولدار شدن و مسجد اومدن، کلش یه چیز است، توبه. اصلا پس ما آمدیم در زمین که توبه کنیم، نه چون گناه میکنیم توبه کنیم،
چون که گناه کردیم توبه کنیم. گفتیم هم بایتون نره بعضی از عزیزان یهو جدید نیمده باشن بساط ما را بزنن به هم. گفتیم ما آدمیت به شجره ممنوع نزدیک شد، نه پدر ما، من و شما و همه آدمیت به شجره ممنوع نزدیک شد. پس ما جنسمان در بهشت اولیه گناهکاریز آمدیم در این زمین که اون گناهی که عین آدمیت ماست رو جبران کنیم. درست شد تا اینجا؟ اینا رو باید همه رو روش داشته باشی. خب حالا میخوام توبه کنیم. توبه چطوریست؟ برمیگن دوباره فرمایش حضرت رو از اول کنیم. اگه این که عرض کردم رو ول کنی دیگه بحث از دستتون میره. یعنی این فایه نتیجه است دیگه. فاحبتهو یعنی آدم توبه رو شروع کرد. چطوری توبه رو شروع کرد؟ با حبوتش رو زمین. با حبوتش رو زمین توبه رو شروع کرد. خب برمیگردم. پس یه کلمه، حالا که پشیمان شدی نگذار پشیمانی رو به عنوان سرنوشت برای خودت انتخاب کنی. گوش کنین آقا، از اینجا خیلی عالیه این نکته، با نکته یه دینه. اون جلسه عرض کردم شیطان میاد اول چه کار میکنه؟ اول میاد خالیای ما رو به ما نشون میده و بعد امید پر کردن این خالی را از ما میگیرد. توبه عکسش است. تو گفتم اینم خداوندم میگه بفرماد خالی، خالی تو پایینی، بعد راه پر کردن نشونمون. مگه ما اسفل سافله نیستیم فعلا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چون هیچی مرد ادناه و اسفر است. فعلا ما اینجاییم، ما در محل خالی ها هستیم، خلأ ها. خب حالا چگاه کنیم؟ بیچی؟ جبران میکنیم؟ جبران. مگه نایمدیم در اسفل صافی؟ خب بیان. شیطان میگه چی؟ میگه سرنوشت تو همین نقص ها و کمبود هاست، یا خودت بکش یا بپذیر که نفله شدی زیر لگده این روزمرگی ها، هیچ افق امیدی نیست، همین باش که هستی. چقدر مردم هم اینجوری هم؟ مردم نمیخوان این باشن اما پذیرفتن این باشن. اینا میگن در چنگال شیطان رفتن. و مقابل این چیه؟ مقابل این توبه، این توبه که من میخوام بگم، توبه از گناهی که دیروز کردید و من کردم نیستا، توبه از این که در بهش نیستیم. توبه ای که بنده دارم میگم یعنی جاده ای را اولش ما رو قرار دادم و نه آخرش، ولی رومون رو کردن به این جاده که عزیزم اگه بری میرسی. یعنی توبه، توبه یعنی برای من 80 ساله و توی 16 ساله. یعنی من آقا هیچ اشکال نداره، من الانه خیلی به لطف الهی دلگرمم که در اول جاده ام، ولی میبینم که جاده باز است. تو هم همین. اگه جاده رو باز ندیدین در چنگال شیطانید. تمام است دیگه، تمامی. خداوند میخوای که اصلا نرین تو این فکر. به خصوص حالا اینجا من یخته با پیرمردای مثل خودم صحبت دارم. شما بدونین اول زندگی دونست به خدا قسم، سر پیری جوان شدنش اتفاقا من اول زندگی. شما جوانا یا زندگی رو شروع کردید یا نکردید، من چه میدونم، ولی بنده به لطف و کرم الهی حس میکنم که اول زندگی. یعنی چی؟ یعنی تازه از بهش بیرونم کردم و میبینم که در یک خلعیم، هیچی ندارم. نگاه میکنم اینم آقا 30 سال 50 سال کار کردم، 40 سال کار کردم، هیچی ندارم.
خب که چی؟ سرمایه جوانیم هم رفتست؟ بله. همت هم رفتست؟ بله. نشاط جوانی هم که قهقه می زدم امیدوار بودم رفته؟ بله. آقا پشیمانم هستم؟ بله. چه کار کنم؟ هیچی. جاده را باز کردن که تو بری، اتفاقا تو برو. بقیه که اصلا هنون نمیدونن پشیمانن. بعضی ها، بعضی این که باره ها من عرض کردم، خیلی من از اون آدم ها نیستم که وقتی میرم یه جوانی الحمدلله مسجدی شده است و اومده است اینا، خیلی من خوشحال نیستم به این اعتبار. تکه تا آخر اومد، اگه تونست توبه کنه، اگه نتونست توبه کنه، نه بنده میخوام بگم که شما این جاده توبه را شاید اصلا نمیبینید، منم نمیبینم ها، ولی گاهی خدا لطفی میکنه که آها چرا نمیبینی، خودش رحمت میکنه که ببین اینقدر آقا این جاده عجیبه است، انگار تمام چراغهای عالم، تمام اراده ها، تمام عمرهای ملائکه را به آدم میده وقتی که جاده توبه را قدم توش میذاری. جاده توبه یه چیزیست، ماییم و خورد شدن زیر شکها و بیهمتیها و ترسها و پشیمانیها و یک جاده توبه. زنده باد این جاده توبه. جاده توبه یعنی چه؟ یعنی آدم میخواییم به بهش برت گردونیم. شیطان میخواد چه کار کنه؟ پدر شیطان رو میخواد درانه، رجیم است. شیطان میخواست دار مقام منو بگیرید، میگن که میخواییم بهت بده. شیطان میخواست ارتباط با دوستان خدا رو از من بگیرید. شما خودتون ببینید بین خدا خدا، مثلا وقتی مثلا میبینین امیرالمومنین در نهج البلاغه داره راه خدا رو برای ما باز میکنه، چقدر علاقه من میشه. من بارها به دوستان عرض کردم، گفتم مثلا من محال میدونم کسی یه ذره نهج البلاغه رو بخونه و بتونه تلاش کنه هی تصور کنه امیرالمومنین دوست نداشته باشه، محال است. مثل یارو که گفته بودم بهش که آقا میخوای جادوگر بشی؟ گفته بود آره. چطوره؟ گفتن هیچ، خیلی آسونه، فرده صبح برو یه تاگیوه بردار بسوزون، وقتی میسوزونی فکر خرگوش نکن. به همه آسون بودن، به همه آسونی. فرده صبح رفته بودن تاگیوه بردش دار، شروع کرده بسوزونه در فکر خرگوش نکنه. ده بود ای داره فکر خرگوش میکنه. گفت حالا باید فکر خرگوش نکنی، حالا داره چه کامه کنه؟ فکر خرگوش میکنه که فکر خرگوش نکنه. آمده بگو دوید خدا ریشده بکرد این چه دستور عملیه؟ گفت خب اگه میتونی این کار بکنی جادوگر میشه. طرف بکرد خیلی آسونه. آقا اگه کسی یک ساعت ده جل بلاغه بخونه، حالا بخواد امیرالمومنین دوست نداشته باشه، غیر ممکنه، غیر ممکنه. خب شیطان مگه همین رو نمیخواد؟ میخوام ما ابرار رو دوست نداشته باشیم؟ خب نمیشه، نمیشه. ورود به دین، حالا میرسیم، ورود به دین خونسا میکنه. یه بار دیدم خیلی از خیلی پسندیدم، دیدم که مقام معظم رهبری روز تولد پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، خیلی هم انگار ظاهرش هم موضوعیت نداشت. اینا مثلا روشونه کردن به آسمان گفتن خدایا تو شاهد باش ما این پیغمبر رو خیلی دوست میدار. خب اینجوریه دیگه، نه وقتی به خودش میاد خیلی این پیغمبرش دوست داره. خوب دقت کنید، به قول فیلسوفا میگن یه پارادوکسی اینجا هست، خیلی دقت کنید. خدایا ما را شیطان از بهش بیرون کن که یاران ده دوست نداریم، حالا اومدیم بیرون را توبه را گذاشته جلومون، راه توبه یعنی برگشت به دوستان. حالا دوستانه ده دوست میداری؟ خب یعنی درست همون کاری که شیطان کرد که نشد شد. مگه ما را از بهش بیرون نکرد؟ خب خدا را توبه را گذاشت،
توبه رو میخوام بفهمید. اصلا توبه یک سنت هست. اصلا آیه رو ببینید، فتلقا آدم من ربهی کلمات، کلمات یعنی چه؟ یعنی سنت، کلمات یعنی الفاظ نی. به قول از مفسرین عرض میکنم، میفرماد خدای سنتی را به آدم القا کرد، فتاب علی، پس آدم توبه کرد. پس اون سنت چی بوده؟ توبه. توبه یه سنت است. من بارها تو عرایزم عرض کردم ولی نرسیدم بحث کنم، بارها عرض کردم بابا یک قانون در هستی جاریست به نام توبه. عرف ها یکی از بهترین حالاتشون همینه، این که میشنید مثلا میگن عارف یه حالت خوشی داره، عارف به مقامی رسته است که توبه رو حس میکنه. توبه یه مقام است، حس میکنه. خیلی به درد بخورید، خیلی به درد بخورید که آدم سنت توبه رو حس کنه. کار میبره طور نیست، شما هم زحمت بکشید، منم زحمت بکشم، بعد آدم عجب توبه میتونه بکنه. توبه یعنی چی؟ خودش میفرما بعدم، یعنی برگشت به اون چی که از ما گرفت. از ما چی گرفت؟ خلوت با حق، ارتباط با اولیا. خلوت با حق با چی؟ با دین. ارتباط با اولیا چی؟ با صاحب دین. دو تا چیزا میخواست از ما بگیره، میخواست دین از ما. یعنی تو بهش اینا نبودا، تو بهش نه دین بود نه پیامبر، عشق به انسانهای اولیا بود. پیغمبر به معنای رسول که دین بیاره، و پیامبر به معنای انسان متعالی، اون جداست. شریعت از زمین شروع شد، در آیه 33 سوره بقره است دیگه، قال قل نهبتو منها جمیعا، گفت برید بیرون، اهبتو برید رو زمین. حالا این رو زمینم به چه معناست؟ من نارا در اون هدف حیات زمینی آدم بحث کردم. اهبتو برید رو زمین، حالا که اومدن رو زمین، فمن بعد فرمود که از طرف من یک هدایتی میاد. پس هدایت از کجا شروع شد؟ از رو زمین. فمن تبع ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اگه کسی اومد رو این زمین، من هدایتم رو براش میفرستم. اگه این هدایت من عمل کند، اون خطری که گریبان گیرش شده است رو ازش میزدائی. خیلی بحث موند و مشکلم شد یه مقداری به نظرم. دوباره از اول. پس ما در زمین صورت بهشتی شدنمون رو میتونیم دوباره شروع کنیم. یعنی تمام نقشه های شیطان خلصا میشه. خب حالا بحث بر سر اینه که حالا این نقشه های شیطان که خلصا میشه چی میشه؟ خب به بهشت میرسیم، بهشت وصال. البته این دیگه براتون روشنه، بهشتی که ما بعدن برسیم شیطان از زیر پامون گذاشتیم، یه شیطان اونجا نیست. بهشتی که درش بودیم شیطان کنارمان بود، اون تهدید به انقطاع بود در بهشتی که اول بودیم. این بهشت دومی بهشت ماست دیگه، بهشت ماست، یعنی خودمون داریم. مثل قلب شما نیست، قلب شما نیست، شما که نداری، خدا بهتون داده است. اما شما الان میتونید بگید نماز من، درسته توفیقش مال خدا بوده است، ولی خدا من پا شما نوشت، قلب پا شما ننوشت. روز قیامت تو نام اعمالتون نیست که قلب آقا 72 بار در دقیقه میزد است، این تو نیست. اما تو نام اعمال نه هست که آقا 2 رکعت نماز صبح خونده است. چرا مال شماست؟ برای اینکه شما شروع کردید ایجادش کنی. بر همینم بد نیست اینا بنویسید، اینا بذاریم. و وعده المرد و الی جنتهی، اینی را به چی بزنیم؟ به خود انسان بزنیم، که عرض کردم یه ذرافتی توش هست. حالا بحث میمونه، خدا انشالله کمک میکنه. معنی پشیمانی هامون رو بشناسیم، یک. دوم، معنی توبه را که جاده بسیار گسترده ایست برای آزاد شدن از این پشیمانی ها رو بشناسیم. نسال و که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و
ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك فتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل بیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل بیت و محبت اهل بیت قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند در پناه خودت موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسنون و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق، ذوی حقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد. اللهم صل علی